سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از آموزش‌های فتوشاپ. همینجوری که میدونید بعضی موقع ما توی اینستاگرام می‌خوایم یه عکسی رو آپلود کنیم و بهمون گیر میده، میگه این عکستون یا موقعیت مستطیله یا نمیدونم از این ور بلنده. وقتی می‌خواید آپلود کنین بالاش صفحه سفیدی می‌ذاره یا دور و برش رو می‌بره. ما اومدیم امروز اون رو درست کنیم بدون اینکه وقت تلف کنیم. بریم بیایم. خب دوستان، همینجوری که میبینید این عکسی که داریم به صورت مستطیل است. ما امروز اومدیم از دو متد مختلف استفاده کنیم. متد اولی که میخوام بهتون بگم متد فیل هست، متد دوم هم متد استرچ است. فیل خب به معنی پر کردن، استرچ به معنی کشاوردن. خب اولین کاری که ما میکنیم سمت راست تصویر قسمت بک‌گراند رو قفلش رو برمیداریم. کار بعدی که میکنیم در قسمت سمت چپ نوار ابزار کراپ تول رو استفاده میکنیم، یا دکمه C رو اگه بزنید همجوری که میبینید یک چیزی اضافه شد. قسمت بعدیش ممکنه به صورت اوتوماتیک روش نباشه، یعنی به این حالت مربع نباشه، و ما در این قسمت نوار ابزار بالا از رو ریشیو میایم پایین، 1.21 اسکوئر رو انتخاب میکنیم به صورت مربع بیاد. بعدش دکمه Alt رو نگه میداریم، تمام تصویر همجوری که میبینید تمام تصویر همزمان کوچیک و بزرگ بشه. در غیر این صورت نگاه کنید قسمت بعدی که دقت کرده باشید ما یه قسمت عالی در پشت عکس داریم. الان کاری که ما میکنیم ما میخواییم خود عکس رو انتخاب کنیم، بک‌گراندمون رو احتیاج نداریم. هدف ما اینه که این عکس رو در اینجاها هم اضافه بکنیم. دکمه کنترل رو نگه می‌داریم و روی قسمت لایه‌تون کلیک می‌کنیم. همینجوری که می‌بینید لایه‌ای که ما عکسی که داریم انتخاب شده. خب ما با این عکس کاری نداریم، ما با قسمت خالی پشتش کار داریم. می‌تونیم دکمه شیفت کنترل آی رو بزنیم و این سلکشن رو یا این انتخاب رو برعکس کنیم. بعد از اون میریم توی قسمت سلکت و مودیفای رو میزنیم و اکسپند میکنیم. دکمه اکسپند چیه؟ یک مقداری محوطه انتخاب شده یه سلکتمون رو بزرگتر میکنه. و خب ما نمیخوایم، چون به صورت عادی اینجوری انتخاب میشه یه لایه خط خیلی کوچیکه بینش میمونه، ما میخوایم اون لایه نباشه. پس این رو حالا من 4 پیکسل یا 5 پیکسل اکسپند میکنم و همینجوری که میبینید یک مقداری از انتخاب ما وارد عکس شده. حالا قسمتی که داریم رو انتخاب میکنیم با یک کلیک، بعدش میریم داخل قسمت ادیت و میایم اینجا نوشته Content Aware Field، اون رو کلیک میکنیم. یک صفحه باز میشه که همین جوری که میبینید در قسمت سمت چپ یک قسمت انتخابی داریم که میگه من از کجای تصویر استفاده کنم. خب ما کاری که اول میکنیم از روی جسمی که نمیخوایم ازش کپی کنه اینا رو پاک میکنیم. بعد میریم دکمه اوکی رو میزنیم، چند لحظه صبر میکنیم. حالا ما دیسلکت میکنیم یا قسمت سلکت ما رو برمیداریم و متوجه میشیم که همینجوری که میبینید گوشه های تصویر پاک شده. حالا این عکس میتونه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه ای همین حالت مربع آپلود بشه دیگه، احتیاج نیست گوشه هاش یا بالاش بریده بشه. این متد اول. خب دوستان، اولین کاری که میکنیم اینه که از قسمت سمت راست میمین دوباره اون لایه رو یا اون لایر رو قفلش رو برمیداریم. کار بعدی که میکنیم از دکمه سمت چپ یا همون سی کراپ تول رو استفاده میکنیم و دوباره مثل سری قبلی اگر روی اون تنظیمات نیست این رو حالت اسکوئر یک رای یک مربع بذاریم. بعد از اینکه انتخاب شد دکمه آلت رو نگه می‌داریم و همه جای تصویر رو یک اندازه باز می‌کنیم. خب ما الان می‌خوایم استراتژی قبلی رو یه بار تست کنیم. اگه دقت کرده باشید هم یک جایی از تصویر شخص رو انتخاب کرده و یک جاهایی از محوطه استفاده نکرده. اینا رو میگیریم و اوکی رو میزنیم. چند لحظه صبر میکنیم تا نتیجهش رو ببینیم.
خب در نگاه اول خوبه، ولی همین جوری که دقت کرده باشین یه مقدار حالت کاری این گوشه وجود داره. اینجا یک حالت شکستگی رو تصویر داریم و به خصوص این گوشه. همین جوری که میدونید در شرایط مختلف آدم باید استراتژی‌های مختلف رو انتخاب کنه. پس کاری که ما میکنیم این کپی رو پاک میکنیم، این سراغ تصویره. من از اینجا لس و طول رو انتخاب میکنم و دور این شخص یک محوطه ای رو انتخاب میکنم. وارد قسمت چنل میشم، یک لایه یعنی یک ماسک توی این قسمت میسازم که خودش به عنوان آلفا انتخابش بود. حالا دی سلکت میکنم، یعنی این سلکت یکی چیزی که انتخاب کردم رو کنسل میکنم، وارد قسمت ادیت میشم. قسمتی داریم به اسم Content Aware Scale یا Alt Shift Control C. خب من این رو خودم به شخص استفاده نمیکنم چون خیلی بلند طولانیه. بعد از اینکه این رو انتخاب کردیم میبینید دور تصویر یک قسمت انتخابی به وجود اومده. در این نوار ابزار بالا جایی به اسم پروتکت وجود داره. این رو باز میکنیم، از روی قسمت نان یعنی هیچی روی آلفا چنل یک میذاریم، همون جایی که ساخت. خب حالا شروع میکنیم به کش دادن تصویر. دکمه شیفت رو نگه میداریم، یه طرف تصویر رو میکشیم. نکنید یه جایی رو تصویر تأثیر میذاره. اینجا ثبت میکنیم، قسمت مخالف دوباره حالا این عکسیه که ما الان داریم. این شخص اینجا تکون نخورده. چرا؟ چون ما در قسمت آلفا همونجوری که یادتون هست در قسمت آلفا، در قسمت چنل آلفایی که درست کردیم، این شخص رو از این تصویر جدا کردیم. خب دوستان دیدید اونقدر کار مشکلی نبود و این کار شما میتونید از این بعد به راحتی انجام بدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اگه دوست دارید ترفند، ایده های مختلف و نکته های مختلف توی این کار بگیرید، میتونید ما رو تعقیب کنید. اگه کار رو دوست داشتید لایک، سابسکرایب، اگه دوست دارید زنگوله رو بزنید. تا ایده رو بعد خدا نگهدار.